سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستی حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشه. امروز تاریخ 8 شهریور ماه سال 1403 و در حوالی غروب داریم این ویدیو رو برای شما تهیه میکنیم. در حال حاضر در چهارراه ولیعصر هستیم و یه پیاده روی خیلی خوب با هم دیگه داریم، حتما با ما همراه باشید، بهتون بد نمیگذره. پیاده رویمون توی خیابون ولیعهد سابق یا ولیعصر کنونیه. میخوایم با هم دیگه از چهارراه که شروع کردیم این پیاده روی رو انجام بدیم تا برسیم به میدون و اونجا حالا دیگه ببینیم چی پیش میاد. شاید رفتیم سمت بولوار الیزابت یا بولوار کشاورز و حالا دیگه باید دید. حالا شما خوبه؟ احوال پرسی هم شما بکنیم. امیدوارم که هر جا که هستید واقعا سلامت بشید. بهترین اتفاقا هم امروز برای شما بیفته. خیابون دوست داشتنی از قدیم و ایام تا الان، این خیابون محبوب ترین خیابون ایران بوده و همه دوستش داشتن. پنجشنبه است و خودتون میدونید که آخر هفته پنجشنبه جمعه دیگه مردم میان بیرون و مشغول خرید و تفریح و گشت و گذار میشن و آخر هفتهشون رو میگذرونن. پنجشنبه در ایران کامل تعطیل نیست، نیمه وقته، معمولا تا 12:00 کار میکنن اداری ها، بقیه کاسبا هم که هم روال عادیشون دیگه کار میکنن تا ساعت 6-7-8. و برای همین هر شب که به تایم شب نزدیکتر میشیم خیابون ها شلوغتر میشه، مراکز خرید شلوغتر، حالا جلوتر بلوار کشاورز، نمیدونم پارک لاله، اینا همه شلوغ میشه.
دوستان اینجا هم میدونید کجا سیه خودتون سینمای رادیو سیتی که 57 آتیشش زدن و که سینمای خیلی غول بود اون زمان و به هر حال اینم سرنوشتش بود و اینم در حال آزرش که اصلا حداقل کاش جاش سینما میزدن چهره داغونی داشت. نزدیک میدون ولی عصریم اینجا پر از مغازه ها و پاساژ های مربوط به لپتاپ و کامپیوتر و کلن چیزای سیستمیه. خیلی ها برای اینجور موارد میان اینجا و خرید لپتاپی باشه کامپیوتری. اینجا مرکزشه. سفارت عراق هم که همین دم میدون ولیعصر. خودم اصلا زیاد طالبش دقت نکرده بودم. رسیدیم به میدون ولیعهد یا ولیعصر. بالاخره این هم از متروش. اینجا هم که همیشه سینمای قدس خودشو نشون میده که در گذشته اسمش سینمای پولیدور بود
که الان شده قدس. یه کوچولو دیگه ادامه میدیم به مسیرمون. الان در حال حاضر در کنار بلوار الیزابت سابق و کشاورز کنونی هستیم. یه کوچولو بریم داخلش، یکم حالا هوای بلوارم بی نصیب نمونیم. بلوار بسیار قدیمی، خاطر انگیز، همیشه میشه گفتش که یکی از پاتوقای اصلی پیاده رویه. در همه فصلها هم جذابیت های خاص خودشو داره این بلوار. پاییز، بهار، تابستون که الان هستیم، حتی زمستونشی برف میباره روی این درخت های قشنگ و اینجا رو سفید پوش میکنه. پاتوق عاشقا هم هست دیگه همیشه. به قولی میشه گفتش که از کاپلا سوال پرسی کجا با هم خاطره دارید، میشه گفتش که اگه واقعا اهل پیاده روی باشن اسم اینجا رو میارن از قدیم تا به امروز.